موضوعی که امروز در برنامه صبا زندگی انتخاب کردیم راه های حل برای رفع و یا کاهش استفاده از مواد مخدر هست شما هم طریق صفحه فیسبوک صبا زندگی دیدگاهتون هم همچنان همراهی ما شریک بسازین و در این لحظه برنامه هم مهماندار هست و استاد محترم جناب آقای سردار ولی هم همراهی ما هستن جامعه شناس محترمی که میخوان از دیدگاه از دیدگاه جامعه شناسی صحبت های خوبه و همچنان نکات خیلی مهمی که برمیگره به اینکه چگونه ما بتونیم راه های تحصیل گذار و مؤثر را برای رفع استفاده از مواد مخدر داشته باشیم باشیم شریک مسازن صحبتشون همراه ما شما شما هم بیننده این لحظات و صبح زندگی باشین استاد خوش آمدید این صبح هم بخیر باشه تشکر صبح شما بخیر صبح بیننده عزیز آرینا بخیر با امید ازی که یک محیط سالم و آری از مواد مخدر داشته باشیم ان شاء الله با امید خدا حالا در رابطه با محیط سالم گفتیم بیایم کمی بیشتر بحث بالای محیط سالم و ناسالم داشته باشیم فعلا در جامعه که ما زندگی میکنیم چقدر محیط سالم هست که ما در جامعه هستیم و ساکن هستیم یک چیزی که متاسفانه همیشه گفتیم یا تکرار کردیم همیشه در برنامه و است که ما در جامعه که زندگی میکنیم متاسفانه به هیچ عنوان آگاهی دهی نشده نه برای از اینکه دوستای ما در مورد محیط زیستی که ما فیلن زندگی میکنیم نه برای آب و هوا ما آگاهی دهی کردیم نه بر مواد مخدر آگاهی دهی کردیم نه بر مثلا زراعت افغانستان آگاهی دهی کردیم نه بر پیشرفت و ترقی افغانستان آگاهی دهی کردیم متاسفانه یکی از معضلات اصلی ما همین آگاهی دهی است اگر ما بتانیم که از طریق از همین پیام هایی که یا تصویری باشه یا صوتی باشه یا چاپی باشه هر نوع از آگاهی که باشه میتونه سر روان مردم تاثیر داشته باشه و مردم را از ازرار مواد مخدر آگاه کنه متاسفانه ما در جامعه زندگی میکنیم که به هیچ عنوان نمیتونیم خوب را از بد تفکیک بکنیم <تصفح> یا هر چیزی که ما داریم میگیم خوب است یا هر کسی که چیز دیگه داره میگه او بد است در حالی که آل... چیزی که ما استفاده میکنم مثلا مواد مخدری بد است <تصفح> در نظر دیگرا این کار بد است اما برای خودم خیلی خوب است این چیزی است که ما متاسفانه برای توجه نمیکنیم ولی ما باید برای توجه داشته باشیم که به صحت ما چقدر ضرر داره برای صحت دیگرها چقدر ضرر داره ما در این محیط کاملا ناسالم فعلا زندگی میکنیم متاسفانه, متاسفانه. این همه هم حقیقت است باید بپذیریم برای اینکه ما چقدر نقش داشته باشیم در داشتن یک محیط سالم و خوب و مردم ما دوستا همه باید در اینجا شریک باشن برای از اینکه یک محیط خوب داشته باشیم مم. یک جامعه پیشرفته داشته باشیم مترقی داشته باشیم ما به هر عنوان باید پیشرفت کنیم تا کی این مشکلات داشته باشیم تا چه زمانی باید منتظر باشیم که جامعه ما خوب شود بیاین از همین حالا همین لحظه که شروع بکنیم تا بتونیم یک محیط خوب داشته باشیم تا بتونیم که یک پیشرفت و ترقی خوب داشته باشیم تا بتونیم که یک جامعه خوب داشته باشیم مردم آگاه داشته باشیم در شما ببینید ما چرا اخت... روز اقتصاد ضعیف داریم ما چرا امروز مثلا جامعه با اینقدر مشکلات را داریم از ترافیک گرفته تا مواد مخدر تا مواد تا آب و هوای آلوده ای همیش برمیگرده بر مردم افغانستان اینجا تنها دولت یا حکومت افغانستان نقش نداره که بتونه ایده کاهش بده یا مثلا یک دولت افغانستان بر ما یک جامعه خوب بسازه این مردم ماست دولت از مردم تشکیل شده امروز اگر ما دموکراسی میگیم معنایش همین است که دولت بر مردم و مردم بر دولت باید. یعنی معنایش همین است اگر ما نمیتونیم که سهم خود را سهم مردم یعنی ما مردم هستیم ما هستیم که در جامعه زندگی میکنیم حکومت هستیم ما یک بخش از حکومت هستیم به هر عنوان اگر بخوایم نخوایم ما یک بخش از حکومت هستیم به خاطر ازی که ما در جامعه زندگی میکنیم و به می اساس است که ما نقش اساسی را در هر نوع از مشکلات افغانستان نقش اساسی و رول عمده را بازی میکنیم اگر ما میتونیم که جامعه را به طرف پیشرفت ترقی ببریم هم به دست ما اگر میخوایم که جنگ هم کنیم به دست ما اگر میخوایم صلح هم داشته باشیم بدست با خود ما یا اگر که مثلا جامعه از مواد مخدر هم داشته باشیم با دست خود ما امروز ما بیشتر از چهار میلیون داریم متاسفانه این یک مازل است. است یک 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 ترین، یک 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 فاجعه است برای افغانستان ما برتون میگیم که ما چهار میلیون مرده زنده داریم ما از اونها استفاده کرده نمیتونیم متحرک ای بله این مردای متحرک هستند اونها کسایی هستند که در فعلا بر ما مشکل ایجاد کرده اگر دزدی هم میشه متاسفانه کم مهم. کم از طرف از اون هستن یا مثلا بعضی مشکلات دیگه هم که بر ما ایجاد میکنه اونم اون هستن امروز شما ترافیک رو ببینید در سر سرک اینمی متادین است متر صدا میکنن این معضل است ای, ای برای حکومت افغانستان حداقل باید یک چاره یک راه بسنجه شما امروز نه در پارک گشت و گذار کرده میتونین نه در سرک گشت و گذار کرده میتونین نه در پیاده رو گشت و گذار کرده میتونین متاسفانه هر جایی که شما پارک شهر نو ببینید یا پارک مثلا علودین ببینید یا پارک های بزرگ دیگه رو شما وقتی اونجا میرین از ترس از درون پارک شما گذر کرده نمیتونین متاسفانه به خاطر از اینکه یا حمله میکنه سرت پیسی موبایل تا میگیره یا مسائل دیگه یا مشکلات دیگه برد خلق میکنه یا مثلا شما از وزیر صحت ما ببینید که در پلیس رفته بودن و اونجا سرش حمله شد و توسط پیچکاری اونا یک نوی یعنی 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 از فاجعه هستن اونا از یک سرنج استفاده میکنن و بر تمام یعنی مریضایی که اونجا انتقال میکنه به بدنای دیگه انسان ها این یک است اینجا یعنی دیگه مثلا زردی سیاه هست ایز هست دیگه هستن که کلش ساری هستن و خطرناک هستن بنابراین ما باید متوجه باشیم حکومت برای زیابت رای حل داشته باشن که بتونیم از این موازل حد اقل یک کم کاهش پیدا بکنیم یا مثلا دیگران را اجازه نته مواد مخدری که فروش, فروش میشه از این موازل اجلاو گیری بکنن تا ما بتونیم دیگران را از این مواد مخدر نجات پیدا کنیم نجات بتیم بشن استاد در یا مواد مخدر میفروشتن دست ما میبینی مواد مخدر از یک جای به دیگه جای انتقال داده میشه مسیر پل سوختر ما میبینیم که خیلی وضعیت بدی داره مسیر پل سرخ هم میبینیم وضعیت خیلی بدی داره دیروز خودم هم شاهد بودم در می گلدانه که بین سرک هست چندین موتا در اونجا حالت خیلی بدی داشتن حتی من خودم با دیدنشان خیلی جگر خون شدم پس چرا مردم با در صورتی که وظیفه خودشان هست که این موضوع را کاملا رفع بسازن همیشه انگوش انتقاد هم بلند میکنن و همیشه انگوش انتقاد را به طرف حکومت است و بیشتری موضوع برمیگره به خودشان چرا نخواستن تا به امروز استاد این موضوع را خودشان حل بسازن واقعا نقش عمده که خود مردم داره علتش چی است که هنوز یک گام موثر در این راستا بر نداشتم من میگم که ما آگاهی نداریم بیشتر گفتم که آگاهی داریم آگاهی نقش اساسی را در زندگی ما ایفا میکنه این اگر بخوایم یا نخوایم قبول کنیم یا نکنیم این وظیفه اصلی ماست که برای اطفال خود یاد بتیم استادای مکاتب باید برای شاگردای مکاتب مهم. یاد بتن از مواد مخدره راه مواد مخدر برشان بگوین راههایی که حل ازی که مثلا برشان گفته شوه که شما با یک متاد چگونه برخورد مهم. کنین این هم برش گفته شوه یا مثلا در پوهنتون ها میتونن که برشان یک آه... آگاهی دهی بکنن یا یک برنامه مشخص داشته باشن حد اقل اگر در هفته نمیشه در در ماه یک دفعه در دو ماه یک دفعه بتونه یک برنامه برشان داشته باشه و قناعت داده شده که مواد مخدر به هر نوع هم حرام است هم ضرر داره از نظر اسلام هم حرام است بله. اگر سگرت شما امروز استفاده میکنین به نحوه نشه داره اگر مثلا اونمو پانه که براش میگه او استفاده میکنین نشه داره بله. مواد نشاور از نظر اسلام مردود است و حرام است بنان ما اگر خدا مسلمان خطاب میکنیم ما اگر خدا مسلمان میگیم و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوریم بنان این مواد مخدر استفاده کردن حرام است اگر شراب است اگر هیروئین است اگر چرس است اگر سیگارت است اگر پان است، اگر هر مواد دیگه است حرام است بنان برای یک مسلمان نمیزه تا این مواد مخدر استفاده بکنه واقعا اگر خدا یک مسلمان واقعی ما میپنداریم بنان از این مواد باید دوری بکنیم وقت جامعه ما در ایت یک مشکلات روبرو میشه ما خود ما مشکل... یک یک بخش از مشکلات هستیم بنابراین ما بر ما باید فهمانده شوه هم از نظر از که اسلام است هم از نظر از که در جامعه افغانی زندگی میکنیم هم از نظر از که ما خود ما مسئولیت داریم در برابر احمد یک مشکلات را که از این مشکلات ما باید یعنی به این مشکلات برش یک راه حل پیدا بکنیم و این مشکلات ما حداقل خود ما بتونیم که برشان یک راه حل باشیم امروز اطفال متاسفانه به خاطر چی سو استفاده میشه به خاطر که فقر اقتصادی است یعنی ما از نظر اقتصاد ضعف داریم به خاطر از, از اینکه او اطفال را استفاده میکنن یک درپه یا 20 روپیه یا 30 که برشان میته از این فخر از اون استفاده میکنن و اون مواد مخدر خود به فروش میرسن از همونجا شروع میشه یعنی برای تو خیلی جالب است که مواد مخدر چی است کلاگیمی بعضی افراد علاقه مندی دارن میان استفاده میکنن برای از همون لحظه یک حالت پیش میاد که اونم میخوای از اون مواد استفاده کنه متاسفانه ما از اینجا از مجبوریت های مردم افغانستان استفاده شده واقعا متاسفانه جاگوزی وزارت زراعت افغانستان باید برای مواد مخدر جاگوزین اساسی پیدا بکنه که خوشبختانه یک کم کار شده برش مثلا بله برشتن یعنی برشتن برشتن یعنی زعفران میشه که برش بگم که جاگوزین مواد مخدر شده میتونه به خاطر اینکه ما امسال بیشتر از میلیون ها دلار فروش زعفران رو داشتیم امروز بله. جایگاه اول جهان رو زعفران افغانستان داره و این دهقانا مردم افغانستان ما گفتم که مردم افغانستان نقش اساسی را داره به خاطر اینکه میتونه به جای مواد مخدر زعفران کشت بکنه میتونه که از یک سود بیشتر داشته باشه دهقین افغانستان باید خیلی متوجه باشن برای اینکه ما چی را کشت میکنیم و تولید ما چی است و مردم با ارزی ما با چی هست اگر ما میخوایم که واقعا یک چیز خوب داشته باشیم ما میتونیم که از از می گرین هاوز استفاده بکنیم برای اینکه در زمستان خوب ترکاری داشته باشیم برای در زمستان مثلا بسیار مسائل خوب را داریم ما میتونیم که هم در زمستان تولید داشته باشیم هم در بهار تولید داشته باشیم بس. اگر ما یک کمک از این خود را زحمت بدیم و بریم برنامه های خوب اقتصادی یا خوب زراعتی را بتونیم دنبال کنیم و برشان یا کس کمک بگیریم از متخصصین زراعت کمک بگیریم یا مثلا از متخصصینی که در وزارت زراعت هستند از اونا کمک بگیریم همه خود را زحمت بتونیم میتونیم که از این مشکلات بیرون بیاییم و ما با ما برای چگرای حل پیشنهاد بکنیم بر جوانای افغانستان ما خطاب میکنیم برشان که شما وقت مواد نشاور استفاده میکنین به هیچ عنوان برتون سود نداره به هیچ عنوان برتون سود نداره امه. امروز متاسفانه یک چیز دیگه که به نام تبلیغ هستن این در بسیار در بین جوان رایج شده متاسفانه ای یک فاجعه خطرناک است متاسفانه ای تمام رشته های عصبی ما دکتر نیستم ولی کن از دکترها شنیدیم که میگن وقتی تمام رشته های عصبی را تحت فشار قرار میده و ما میگیم که ما نشه شدیم در حالی که تمام فرشته های عصبی تحت فشار قرار داده و ما کنترل سیستم عصبی خود را از دست دادیم و ما میگیم که نشین به هیچ عنوان شما نشانه نشدید شما کنترل عصبی را از دست دادیم. یعنی شما اعصابتون ریش کنترل نداریم و میگین که ما نشه و به هیچ عنوان شما نشه نشدین و هیچ عنوان شما نمیتونین برای این ساتریخ فکر کنین این برای صحتتون برای جامعه تان برای, برای مردم هم آبروی آدم میرزنه، هم صحت آدم خراب میکنه و هم پول آدم میره یعنی از از هر نوعی که ما برش فکر بکنیم بر ما ضرر اقتصادی داره ضرر صحی داره این ضرر اجتماعی داره به هر, هر عنوان بر ما به هر عنوان بر ما یک یک فاجعه است واقعا حالا کسایی که ما میبینیم استاد آغشته به مواد مخدر هستن هیچ جایی ندارن که حتی زندگی کنن حتی سرک ها رو اجازه نمیدن حتی مردم رو نمیپذیرن در صورتی که نه خوراکشون بعد از ازوا هست در صورتی که نه آمده جای ازوا را ضبط کرده فقط که بر روی سرک افتیده و وقتی طرفش میبینیم افسوس میکشیم به حالشون یک مشکل روانی را برای یکی دیگه به وجود میاره اصلا هیچ جایگاهی نداره اصلا من فکر نمی کنم طوری استاد گفتن استفاده از مواد مخدر اصلا نمیتونه بر ما سودی داشته باشه به غیر از خرابی و بدبختی و آوارگی هیچ چیزی دیگه نصیب به ما نمیشن بعضیا فکر نمی کنن که استفاده از مواد مخدر کاکایی است خرابات خیلی. از در جمع میشینیم بعد دوست ما سیگرت میکشه ما هم سیگرت بکشیم دوست ما قیلون میزنه ما هم بعد هم رنگ جماعت چیم بیایم قیلون بزنیم ولی من فکر نمی کنم همون یک بار استفاده کردن شما را معتاد بلکه همون سبب میشه که شما ما دوباره علاقه شویم به همو و دوباره در جمع دوستای نواب بشینیم و دوباره بریم و از مواد مخدر استفاده کنیم استاد سوال ها زیاد هست گفتنی ها زیاد هست رای حلایی که بسیار کوتاه و مختصر هر در این راستا چی ها میتونه باشه یعنی ما یعنی کسی که همین لازم معتاد است و میخواد ترک اعتیاد داشته باشه او چه مازی را باید انتخاب ما پیش از اینکه برای بر حل ها برم یک چند تا دکتر مشوره میکنم می ما به هیچ عنوان کاکا نیستیم وقتی محمد مخدر استفاده میکنیم کاکاگی نیست هیچ وقت به هیچ عنوان کاکگی نیست کاکاگی چی را میگم ما برشان تعریف میکنم کاکاگی چی را میگم کاکاگی را میگم در س... در پیشرفت و ترقی افغانستان ما میشیم ما بتون هستیم ما کاکگی چیزی را میگیم که مثلا بتانیم به نحوی یک انسان را از مشکلاتش نجات بدیم این میگیم کاکا بله. ما میتونیم که در آبادی افغانستان نقش اساسی خود را ایفا بکنیم و یک راه حل و یک برنامه جور بکنیم و بتانیم که افغانستان را مثل سایر مملکت ها پیش در حالت پیشرفت و ترقی ببینیم این میگیم کاکگی بله. این میگیم که یک پلان جور کنیم یک مثلا بتانیم که یک چین بسازیم این میگیم شما امروز مثلا یک ژاپنی که در افغانستان به خاطر ارزشش میده به خاطر که یک آدم کاکه بود به خاطر ازی که یک آدم آ... انسان بود به تمام معنا انسان بود بر ما چیزایی را که جور نکرد و ما چقدر پیشرفت ترقی راه شده یاد داد حالا میایم به طرف از اینکه ما راه حلش چی است راه حلش اولین راه حلی که داره آگاهی است <applause> برایش باید آگاهی داده شود دومین آگا... مسئله که میتونه برای حکومت افغانستان برای باید راه حل و پلان و برنامه داشته باشه تا این مواد مخدر که امروز در افغانستان استفاده میشه جلوگیری بکنن <applause> پلیس افغانستان باید از پلیس مخفی استفاده بکنن و تمام مواد <applause> مواد مخدر را دستگیر بکنن و پنجی قانون بسپارن <applause> سومش مثلا ما... که برای ما شفاخانه جور کنیم و این مواد مخدر ای 4 میلیون مرده متحرک که امروز داریم اینو بتونیم به انتقال بدیم و اینا را از از مواد مخدر آگاهی بتیم و رو نجات بتیم از این مرگ تدریجی متأسفانه بله. متاسفانه ما راه های حل زیاد اینجا است اگر از این طریق و سه تا راه حل که ما گفتم اگر عملی بکنه حکومت افغانستان امه. ما میتونیم از این موازل مواد مخدر است... ما اه اه نجات پیدا بکنیم بجانشان. و مافیای مواد مخدر افغ... در افغانستان باید ریشهش خشک شود در اگر این کار نکنیم ما به این موازل دو چارش که فعلا هستیم و این مشکلاتی که فعلا هستیم به منوال ما زندگی خود ادامه بدیم و زیاد هم میشه و مشکلات ما بیشتر از این میشه و ما نمیتونیم که جوانای دیگه هم متاسفانه به یاغشته خواهد شد و ما در بین این مواد متادین مواد مخدر کسایی را داریم که حتی ماستری دارن حتی, حتی لسانزه هستند و اینا کسایی هستند که میتونیم از استفاده بکنیم و خیلی خطاطای خوب دارن در بین و خیلی انسانای با درک و باهوش داریم که از اینا میتونیم استفاده بکنیم بله طوری که شما استاد گفتین ما گزارشات از افغان داشتیم که با کسایی که آغشته به مواد مخدر بودن مصاحبه داشتن در حد ماستری درس خواندن خیلی خطات خوب بودن خیلی یک حرفه خوبی داشتن اما متاسفانه همو جنجالا و مشکلات زندگی اونا رو سبب بری ساختن که برن و از مواد مخدر استفاده کنن استاد پیامو گفتنی که باقی مانده ما پیام ما یه است که جوانان را برشان میگم که شما به چنین وان نیستین وقت مواد مخدر استفاده میکنیم شما کاکان نیستین خلاص هم فدر. بله دقیقا خب ما هم بر تمام هم عزیز ما البته تمامی نه کسایی که در اطرافشان از مواد مخدر استفاده میکنن کسایی که از مواد مخدر استفاده میکنن از سکرد استفاده نکنیم از پان استفاده نکنیم خود ما را آغشته به مواد مخدر نسازیم از مشروبات الکلی استفاده نکنیم از قیلون با عنوان خوشگذرانی استفاده نکنیم فکر نکنید که استفاده از مواد مخدر یک نوع کاکگی است شما دیدین که استاد گفت که کاکگی به چه معنی هست و کیها میتونن چه کاری را انجام بدن که کاکه باشن پس زندگی تان دوست داشته باشین خودتان را دوست داشته باشین از استفاده مواد مخدر صحت خودتان را زیر سوال نبرین وقفه داریم برمیگردیم تشکر از اینکه که برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین